امداد امام خمینی از اولین نهادهای انقلابی بعد از پیروزی انقلاب سال 57 است. به دستور رهبر جمهوری اسلامی و به نام او شکل گرفت. هدف پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و کمک به خودکفایی آنها. آرمانی که طیف بازار و روحانیون پیشتر در قالب کمک به زندانیان و مبارزان سیاسی قبل از انقلاب تجربه کرده بودند. مؤسسان آن حبیب الله عسکرولادی، مهدی کروبی و ابوالفضل حاج حیدری بودند. از همان اول کمیته امداد را زیر نظر آیت الله خمینی بردند. در سالهای جنگ عراق با ایران، کمیته امداد جزو نهادهای پرقدرت و حکومتی شد که به افراد کم بضاعت کمک می‌کرد. در دوره کوتاه ریاست جمهوری محمدعلی رجایی، طرحی برای کمک مالی به سالمندان مستمند تصویب شد که سالهاست اجرا می‌شود. مسئولان وقت این نهاد معتقد بودند برای کمک به افراد بیشتر نیاز است که کمیته امداد فعالیت‌های خود را گسترش دهد. پس این نهاد حکومتی در دهه 70 با تایید آیت الله خامنه‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی خود افزود. آوازه این فعالیت‌های اقتصادی و البته فساد احتمالی این نهاد یک بار با واکنش نمایندگان مجلس ششم روبرو شد، اما آنها برای تحقیق از آنچه امپراتوری مالی کمیته امداد می‌نامیدند ناکام ماندند، چون این نهاد زیر نظر آیت الله خامنه‌ای است. در سالهای اخیر کمیته امداد امام خمینی به یک نهاد خیریه حکومتی تبدیل شده که تنها به نیازمندانی که با چارچوب‌های عقیدتی و مذهبی گردانندگان آن همراه هستند کمک می‌کند. حال این کمک‌ها گاهی در ایران است و گاهی برای محرومان کشورهای همپیمان جمهوری اسلامی ایران در کشورهای لبنان، سوریه و عراق. تنها در ماه رمضان امسال 40,000 سبد غذا در نوار غزه توسط کمیته امداد توزیع شد. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن.